عجیب ترین محصولات دیجیکالا رو دیدین؟ شاید فکر کنید هیچ کسی امکان نداره همچین تو آشغالایی رو بخره. اما توی ویدیوی امروز من کارتمو دادم به ماهان تا چرت و پرت ترین چیزایی که توی عمرتون دیدین رو بخره. و من قراره حد بزنم که اینا چیان. پس تو آخر ویدیو با من همراه باشید، اما قبلش حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگه تو الان چنلمون رو سابسکرایب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش هم بذارید روی آل که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین نفری باشید که میای و ویدیو جدیدمون رو می‌بینید. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همین اول کار بپرسم که ماهان چقدر از پولمو خرج کردی؟ ای بابا این چه سوالیه؟ تا باشه ضرر مالی ضرر به جونت نرسه. این که میگه تا باشه ضرر مالی ضرر به جونت نرسه واقعا راست میگه، چون توی ویدیوهای قبلی علاوه بر ضرر مالی ضرر جانی هم خوردیم. کارو بگیر. این انگشته فکرم که به فکر رفت توی ویدیوی قبلی در حین فیلمبرداری این اتفاق برام افتاد. و اگه ویدیوامونو دیده باشید که قطعا دیدید میدونید همیشه اول ویدیو مینویسیم که Do not try this at home، نمیدونم این کارا رو تو خونه انجام ندید، این کارا توسط افراد حرفه‌ای در مکان فلان ضبط شده، به هیچ کس در طول این ویدیو آسیب نرسیده، داریم گوه میخوریم. چون همیشه توی ویدیوهامون یا به من یا حالا آقای فیلمبردار یا افراد دیگه ای آسیبی میرسه و حالا این کم و زیاد داره که این دفعه تقریبا زیاد بود، چون سه تا بخیه خوردم و یعنی تو حین فیلمبرداری این اتفاق برام افتاد. داشتیم فیلمبرداری میکردیم ولی متاسفانه نتونستیم بذاریم. خیلی گفتن که چی شد تو اون صحنه میلاد، چرا نشون ندی؟ وای بچه‌ها نمیتونیم بذاریم اون صحنه‌ای که جر میخوریم و دیگه قطعا نمیتونیم تو یوتیوب بذاریم. ولی آره ببین دستکش منو بیار، آثارش هم مونده بعد از ضربه چه اتفاقی افتاد. این همون دستکشیه که تو ویدیو قبلی هنگام اون بلا دستم بود و این رد خونیه که اینجا. جالبیش اینجاست، همون لحظه جر خوردم رفتم بیمارستان، سه تا بخیه زدم، بلا فاصله برگشتم و ویدیو رو ادامه دادیم. یعنی من انقدر پررویم که فکر کردی با یه زخمی باید قطع بشه نهایتش اینجوری. من اینجوری با این زخما، چون هر زخمی که منو نکشه قطعا قوی ترم میکنه. نه ولی از بحث دور نشیم، یه رقم بگو چند دلار، چند هزار تومن، چقدر خرج کرد؟ چیز خاصی والا نبود، 100 تا. 100 تا چی؟ حالا دلار میشه. 100 دلار دریوری خریدی؟ اینه 100 دلار بچه، همین 100 دلار برای این داری. میدونی با 100 دلار چه کارهایی که نمیشه کرد؟ این چیز کمی نیست الانا، توش وسیله زیاده. یعنی آره آهان چقدر چند میلیون میشه دلار؟ چه 100 دلار بچه دریوری خریده و الان قرار من دونه دونه باز کنم و ببینیم اینا چیه. یعنی یه جوری جعبه شانسی منه که آقای فیلمبردار میخواد دهنمو سرویس کنه باش. بریم ببینیم چی توش. از دو سه عزیزمون که به به ماشاءالله هزار پا تا سقف پره. نمیخوام ببینم، فقط میخوام دست بکنم توش در بیارم ببینم چیه. آماده ای؟ این اولی. این چیه؟ این چیه؟ حدس بزن. ببین یه موتور دارم پشتش میبینم. چراغه؟ چراغ دوچرخه است؟ آره. چراغ چیه؟ چراغ واقعا؟ چراغ دوچرخه. چراغه یعنی خطر چیه این؟ آها این مال اونجاهاشه. آره جایی که باد میکنی بالف بهش میگن. سره یعنی اونجایی که باد میزنی. آره. این چیه نگو؟ چرا باید اینو بخری؟ به چه دردی میخوره؟ دیگه. من سالی چند بار میرم دو شرخ سواری؟ موتورم که ندارم، یعنی رو موتور یا رو بس خز نیست یه ذره. اینو سرم ببندی بکنم بچه، اینو ببندی روی اونجایی که دو شرخته اینجوری ای را میری، یه چیز اینجوریه. او حاجی چراغیه نگاه کن، گند زدی با این خریدت. این چند؟ یه حدسی بزن. حدس بزنم رو برچسبش کنم نوشته نمیخونم باش. صد هزار تومن. یکم بیا پایین تر. 50 هزار تومن. 57 تومن ناقابل. 60 هزار تومن. برای چی آخه این بچه؟ اینو مثلا خب حداقل چراغشو میخریدی میزدم مثلا دم کونم جلوی دوچرخه تو شب میریم یکی ببینه اینو کی میبینه. یعنی خوشگیه دیگه. ببین مثلا تو فکر کن از بغل داری رد میشی. از بغل منطقیه، از بغل، یعنی از پشت اگه یه نفر بیاد بهم بزنه کتلتم. حالا اگه اینجوری برم شاید یه نفر ببینه منو نکشه. باشه منطقیه، بریم بعدی. آه. این دومیه. این چیه؟ چیه این؟ یه حدسی بزن به این. آخه رو برچسبش نوشته، میخوام نبینم رو برچسبشو. بذار یه چه جنس مسخره‌ای داره. دست بزن ببین چه جوریه. میگو کنید بچه ها یه صداشو گوش کنید.
چیه؟ فرچست، فرچه شستن مثلا فرشه. فرش نیست، برای فرش نیستین؟ چیه این؟ در داره، نگاه کنید بچه ها. این درش، توشو جنس سیلیکونی داره، پلاستیکی سیلیکونیه. این یه راهنمایی بهت میکنم. ماشین میشورن؟ نه. فرشم؟ نه. ظرف میشورن؟ نه نه نه. اینجوری؟ ببین شاید همه این کارا رو بشه باهاش کرد. خب ولی کار اصلیش این نیست. چیه؟ باهاش میری حموم. باهاش میری؟ یعنی چی؟ خودت تو میشوری یا پاتو؟ مثلا سنگ پای چی؟ این لیفه. این لیفه؟ چی؟ این فیله؟ واقعا لیفه؟ مسخره؟ لیفه بچگونه است؟ یا زنونه است؟ چون همه جوره هست. آجی این پوست من اینه کرگدن، این اصلا به دردش نمیخوره که این. آجی لیف، یه لحظه صبر کنم لیف خودم رو بیارم. آقا لیف منو ببینید. لیف سینگل پلاس. یعنی بچه جدی لیف منه ها، یعنی مناسب افراد سینگله. به هیچ کس نیاز ندارم صداش کنم بیا تو همون پشتم و بماله. اینو اینجوری اینجوری. این لیفه. جنس رو ببین، جنسش اینه، سوهان روح میمونه، زبره. میدونی چی میگم؟ یعنی یه دور که میره نیم کیلو از وزنم کم میکنه. اینه میگه لیف. اینو آجی من اینو باش چیزم هم نمی، یعنی صورتم هم نمیشورم باش. این چیه؟ نظر من این همین. از اون بهتره آقا. من این همه جای منو دیده، مناسب همه نقاط بدن، به صورت تکی. یعنی چی همه جامو دیده؟ لیفمه دیگه، محرمه به من. فکر میکنی این آشغال چنده؟ حاجی من فکر کنم اینو چند ساله دارمش. الان میگید اه اه چه چندش، ولی باباهاتون همینجوری. چند ساله دارمش و اصلا فکر کنم 5 تومن خریدم اون موقع، نمیدونم. اینو قیمت بذاریم سیلیکونیه، من حدس میزنم چون قیمت قابایی هر چیزی که سیلیکونیه خدا تومنه، حدس میزنم مثلا دور و بر 200 تومن. اینو ولی یه خیلی داری میری. خب خدا رو شکر 100 تومن. ببین 70 تومنه این. 70 تومن منطقیه. خب خوبه خیلی. آقا ولی جنسش بچه خیلی بانمکه، نگاه کنید یه جنس گوگولیه. باید بشورم دیگه، اینجوری نمیتونم بهتون بگم. الان وقت همون رفتن ندارم، ولی سعی میکنم تو استوریا بهتون بگم. بچه اگه استوریامونو میبینی تو اینستا، تجربه خودم از کار کردن با لیف فیل شکلمونو. باش اینم خریدی دیگه، فعلا که احساس میکنم پولمون ریختیم تو جوب. من سعی میکنم نبینم چی دارم در میارم. این چیه؟ نمیخوام ببینم روشو نوشته. باید یه سری همون لحظه بازش کنم نبینم. آجی اینم لیفه؟ شوخی نکن، اینم لیفه؟ این چیه؟ آقا این چیه؟ خدایا منو ببر. جدی لیفه اینم؟ لیف حمام مدل دیواری؟ آره. آقا این میچسبه به دیوار. این DLC قبلی است. آره. این تکمیل میکنه، بس الحاقی قبلی است. واسه اینکه خودتو قشنگ بشوری، اون جلو رو میشوره، این پشت رو میشوره. حاجی اینو دیده بودم تو تیک تاک. یارو اینجوری، البته برای اونو انقدر بود، مثل فرش بود. یعنی این پای اونو برطرف میکنه، آره. باید با هم باشن دیگه. دستت نمیرسید به پشتت. یعنی مثل خرس مثلا اینجوری. این چند؟ اجازه بده حدس بزنم. اینم 50 تومن. نه دیگه. این بیشتره؟ آره. سیلیکون بیشتری مصرف کرده. 100 تومن. دیگه بیشتر خدا وکیلی پولمو ریخته. 130 تومن. آقا این نمیارزه، این بادکشاشو ببین، یکی در میو خمه. واقعا این بدنو تمیز میکنه بچه ها. اگه کسی داره تو کامنت ها بگه ببینم. این من احساس میکنم اصلا هیچ کاربردی برای شستن بدن نداره، قلقلک میده. نهایتا اینجوری. بریم آقا، بریم بعدی. اینم که اینا رو باید بریم تو حموم تست کنیم. یه چیزی نداری تو خشکی تست کنیم؟ این چیه؟ عمرم بتونی اینو یه حد بزنی. نخون روشا. نه اونوریه، ندیده بودم تا الان. یکیشونو تو تیک تاک دیده بودم، حد میزدم چیه. صورتی چرا خوشگله؟ مردونه است؟ چیه این؟ بچه نگاه کارو بگی؟ چقدر قشنگه بچه. خودتون گیر نده یوتیوب، این چی آوردی؟ آجی گیر نده، میخوایی چیز نذاری مثلا اینو ها؟ بابا چیز بدی نیست که بده نشون بده. بچه یه چیزیه که اینجوری دستش میگیرن. آها 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 الان فهم. او سوراخه دستشه یعنی؟ آره. یه لحظه ترسیدم گفتم چیه؟ اگه دیجی کالام چیه؟ آها این پارچه؟ یه لحظه صبر کن فهمیدم چیه.
این واسه ببین اینو فکر کنم اینجوری استفاده میکنی، یعنی یه دونه بطری میارید. آقا یوتیوب گیر نده خدا وکیلی، این گجته. حالا بیا به یوتیوب حالی کن بگو این گجته. درست حدس میزنم؟ آره یه جاهایشو داری درست میگی. بسته نمیشه. ببین اینجوری میگیری پارچه، درسته؟ نه دقیقا. چرا دیگه؟ ببین مصرف استفاده همینه، ولی این آفتابه هست. آفتابه؟ کسی؟ به این میگن آفتابه مسافرتی. خوردم آبو حیوان قبل از اینکه بخورم بگو دیگه. جدی آفتابه است این؟ دهنت فردا کهیر میزنه. خب استفاده نکرده بودن که. تمیز بود ایشالله دیگه. چرا زرتی میخوری آخه؟ نفهم. جدی آفتابه است این؟ آفتابه پلاستیکی بهش میگن مسافرتی. آفتابه مسافرتیه؟ آره. آفتابه رو ببریم. بیشتر تو صحرا ازش استفاده میشه. جدی با این خوش رو میشورن؟ آره دیگه. یه لحظه بشین. نه نمیخواد. اونو نمیتونیم بذاریم. بذار ببینم میرسه. مثلا اگه آقا اونایی که چون بچه‌های الان که من مطمئنم مثلا دهه 80 یا فکر نمی‌کنم همچین تجربه‌ای داشته باشید با آفتاب خودتون رو شسته باشید، ولی زمان ما یه همچین چیزایی دیده بودیم، یعنی سعی کرده حالا اونقدرم داغون نیستیم، ولی مثلا یه جاهایی مجبور شده بودیم استفاده کنیم. من تجربهشو دارم. ببین باید یه فاصله برسونه. نه حاجی نمیشه. نه آفتابه خوبی نیست. آفتابه ببین آفتابه حداقل 30 سانت لوله داره که به اون جایی که میخوای برسه آب. چون این چیه این؟ نهایتا همون پارچه بچه، این کاربرد آفتابه رو نداره. بابا آفتابهش 5 تومنه به خود. آفتابه جنس خوب، آفتابه شکل آفتابه همونطور که گفتم دراز و کاربردیش 5 تومنه. این بعدی چیه؟ یه جوری بسته‌بندی کردن معلوم نیست که چی. باید باز کنم. بنفشه. اوه فهمیدم چیه. چیه؟ اینقدر چیزو به درد بخوری. چی؟ دستکش این؟ چه اینجوری کلش؟ این دستکش چیز بلک پنتره؟ برای بازی بچه ها. باغبانی. اینو زمین رو اینجوری اینجوری میکنی، دونه تو میذاری اونجا مثلا. بعد خب مگه خدا زده تو مغزت؟ خب اینو با بیلچه میکنی. ببینم بهت نمیخندن اینجوری. بعد خاک کنی دوباره. خب میخوای از انگشتت استفاده کنی باید در بیاری که اسکول. بچه ها شما تو کامنت ها بنویسید با این میرید باغبانی؟ یه نفر ببینه نمیگه یارو خله. من میخوام از یاد رندوم انتخاب کنم نبینم چیه. ساعته؟ آره. دمت گرم یه چیز درست حسابی خریدی. بچه من اصلا ساعت ندارم. باورتون میشه؟ یعنی چیزی به نام ساعت ندارم دست کنم. تحتش دستبندی چیزی میندازم دستم. اصلا خوشم نمیاد. هیچ چیز از ساعت نمیفهمم. این چیه؟ برام سوال شد. چه جوریه؟ خله خله. یا حسین چی؟ آره یه جا بده نگاه کن. فندکه؟ فندکه، ساعت فندکی خریدم. خاک بس. آجی ساعت فندک خریدی؟ چند جان من قیمتشو بگو. قابل تو نداره. شکریم سلامت. 675,000 تومان. What the fuck. چقدر خدا وکیلی خسارت زدی. ای تدی تدی. آه آه آروم باش. اونو از خودم خریدم. اینو برای من نخریدی؟ نه این مصرف شخصیه. کسافت یه چیزه به درد بخور خریدی بده بینم. تردی چیه؟ دستکشه؟ دستکشه. من روش میبینم دستکشه. شبیه خشتک بیشتر، نگاه کن. اه روشن شد. چه باله؟ اینجوریه واقعا؟ ما رو دکتراست؟ ما رو دزداست؟ عملا بگو مال دزدیه دیگه، یعنی اینجوری میری مثلا باز شد بچه ها بریم. یه چیز جدید نه عکسش اینجا هست. خیلی این اصلا خوراک خودته، چون خیلی ماشین سواری میکنی. عینک هم معمولا زیاد میذارم. خب عینک رو میذارم رو چشم عین رانندگی. بعد یه بعضی وقتا سایه میشه ابر مثلا بیاد، عینک تو چیکار میکنی؟ جای عینکیه میذاری اونجا. جای عینکیه کدوم طرف عینک رو میزنم بهش؟ این برش رو میزنی به سایبون میگم. اینم عینک رو برمیداری میذاری لاش میبندی. به درد عمد میخوره. قیمتش هم 37,000 تومان بودین. یه دیگه پلاستیک خوشگل که خیلی هم به درد میخوره به نظرم. این چیه دیگه؟ اه؟ چقدر باحاله؟ دراز شد. چرا قوام که نیست؟ این چیه این؟ اه این از ایناست. آره چاه باز کنه. جهر سقیل چاه. نگاه این. اینو در آوردم. این فکر کنم برای این چیزه مثلا یه همینی انگشتری گردنبندی چیزی میفته تو چاه توالت، میخواید دستت نره توش با این. این چیه؟ اینو میدونم چیه. دست در. یکی از به درد بخورترین چیزایی که من تونستم از دیجی کالا بخرم. سردنده‌ی ماشینه. ها میذاری رو سر. اینا رو بریم تو ماشین دوباره تست کنی. آره. اینو الان درآوردم. این چیه؟ خب.
اینو میتونم حدس بزنم چون اینجا تو دستش یارو گرفته، اینجا یو اس بی داره. یه چیزی یو اس بی داری بزن، بذار بزنم به این ایکس باکس. ای چه خوشگله. برای تو اتاقه؟ این تو تاریکی باید استفاده بشه، مثل چراغ خواب میمونه ولی نه تو خونه. کجا؟ ماشین. آخه چرا این بزنم مثلا به ضبط ماشین؟ آره. بزنم به ضبط ماشین چی رو روشن کنم؟ سقفو. خشتکمو؟ سقف. سقف ماشین. آها مثل لورز لویز. اسم ماشین رو نمیتونم بگم. رولز رویس. لورز لویز. نه رولز رویس. لورز رویس. آفرین. این یکی از پرکاربردترین چیزاییه که میشه تو ایران مخصوصا تو خیابونای شلوغ استفاده کرد. جدی؟ تو بر فرض مثال دوبله پارک کردی، خب میری توی مغازه کار داری، انا اون ماشینی که جلوش پارک کردی کار داره میخواد بره، شماره میچسبونی رو، شماره ماشین، شماره تلفن تو میذاری زنگ بزنن. اسکل یه دونه دفترچه برمیداری مینویسی میچسبونی. میدونی چقدر زمان میخواد؟ آه نگاه اینو از قبل آماده کردی. این یکی، این چیه؟ او مای گاد، فهمیدم این چیه. رگ درست کنه دست، برای دست من رگ درست کنه دست اسمش. دیدی بعضیا میگن که وای پسره که دستشون رگ داره خیلی جذاب. مشغول من دستم خرابه که این خریدی دستم چیکار کنم؟ شبیه دکتر استرنج بود دستشو عمل کرده بود. آقا تیک تاکتون همین الان پاک کن. این چیه؟ اسلایمه؟ چه بامزه است. اصلا نزدیکش هم نگفتی حتی. اسلایم نیست؟ بلا. از ایناست که میمالن به صورت ماسکه؟ نه جی؟ نه باز اصلا کنمش. اصلا تو نزدیکش هم نشدی. اسلایمه. کجاش اسلایمه؟ چیه بعد؟ این اصلا یخه. چیه؟ یخ. یخ چی؟ یخ خشکه. این خفه شو بابا، یخ خشک که تو کانالمون صد دفعه هست. نه ببین این اسمش یخ خشک سفریه. آقای سفری؟ سرد نیست اصلا. میدونم سرد نیست، باید بذاریش تو فریزه. یه مکانیزمی داره، یه جوریه که دیر سرماشو از دست میده تا یخ. خب چه اسمش یخ خشکه؟ چون جایو خیس نمیکنه بهش میگن. آره. چون اصلا یخ خشک این شکلی نیست. یخ خشک سفری بهش میگن. یه بستهشو گذاشتم توی یخچال که الان میارم تست کنیم. اینه ها؟ آره. پیداش کردم. نگاه کنید بچه ها. چندین و چند ساعت سرما رو نگه داره. جدی؟ خیلی سرده. یه چیز زیادی هم نمونده. تا اینجا تقریبا مثلا میشه گفت شده 70 دلار. اینه؟ این چیه؟ این چیه؟ این تو اصلا به خودت فکر نکردی که ماهان برای چی اینقدر چیزای سفری میخره؟ برای اینکه تو رو عذاب بدم، چون تو هیچ وقت خونه نمیری بیرون. من هیچ موقع سفر اینا، اینم برای سفره، اینم برای سفر، اینم برای تو فرمون ماشینه. بله. یعنی چون میداد هیچ وقت نمیره سفر. بچه ها نیست، رنج سنی 3 تا 6 سال. اینو من بذاری جلوی فرمون. آره بعد مثلا خودت خوش قضا بخوری تو اینجوری میشینی و میخواییم قضا بخوریم. به به اینو اینجوری رو بکنی تو فرمون. اینجوری چه خوبه، فرمون نشکنه. خب مثلا این ظرف غذا نمیشه با عینک غذا خورد که. عینک تو باید یه جا بذاری. اسکل مگه ماسکه؟ عینک جلو چشم با چشم چون جلو چشته نمیتونی غذا تو ببینی. آها یعنی الان مثلا از اون گجت. آره آره آفرین. یه لحظه کن، اینجوری باید بکنیمش تو این به این صورت. عجب چیز خوبی خریدم. آه بچه دلتون نخواد. نمست دو. این چیه آخه؟ این الان اگه یه لحظه مثلا اینجای شل بشه همه غذا بریزه تو خشتکم، مجبورت میکنم تا دونه آخر برنجو از رو خشتکم باید. ببین فرمونو باید برعکس کنی که اینجاش بیفته اینجای، یعنی اگه فرمون حالت عادیش باشه ذره خطرناکه. آره درستش اینه، قشنگ سیف شد. آره موشید جون برای من نخریدی غذا نه؟ میخوری؟ نه بخور دلت نخواد. موشید جون بخور. من بخیامو چشیدم. میلا یه چیزی یادت نرفته؟ چی؟ یه چیزی هنوز تست نکردی.
آها آره این اینو میزنی سب کن بزن این چراغه رو من خاموش کنم. چه باحاله نگاه این سقف بچه ها سقف ماشینه میبینی بذار سقف رولز رویس همین برای این 200,000 تومان پول دادیم